بینندگان عزیز سلام و درود بر شما وقت شما بخیر باشد در اطراف اسرائیل یک جبهه جدید باز شده از دیروز تا حالا گردان جهادی الاشتر از یک جزیره سر برآورده و نخستین حمله خود بر بندر ایلات انجام داده ای همزمان است با تشدید عملیات گروه های نیابتی اسلامی بر اهداف اسرائیلی خاصتا بعد از انجام تهاجم حشری هوایی ایران بر اسرائیل که یک شوک بسیار پایداری به وجود آورده همزمان است ای همزمان است با اقدام بسیار ضربتی ترکیه در مورد قطع مراوده تجاری با اسرائیل البته براسی اسرائیل با لرزه در آورد و ای که بردوغان از روی کدام مشکلاتی کار کرد و یک بحث علایده است اما برای اسرائیل دمی مقتا بسیار لرزاننده بود و غیر منتظره بود و به نظر میرسه که اسرائیل ای تو از نظر جغرافیایی و از نظر روابط بازرگانی تقریبا در طلا افتاده یعنی در قفس افتاده میره و ما در این برنامه بحث هم نخستین حمله گردان جهادی علشته بررسی میکنیم که اگر این گردان در از این موضعی که سر برآورده در موضع خود پایدار باقی بمانه اسرائیل برای تدارکات و اکمالات غذایی لوجیستیکی و تجاری خود رای دیگه نداره و این, بسیار زیاد یک چیز جدی است و امیره بررسی میکنیم با پامیر مامون از بخش ارزیابی و اطلاعات که در این زمین ساعت پیش کارهای صورت گرفته است خب پامیر این گروه جهادی الاشتر کی است و از کجاست؟ سلام به شما و بینندگان عزیز گرامی خب گروه الاشتر یا گردانای الاشتر که بنام سرایا الاشتر هم شناخته میشه یک گروه شو به نظامی است که امدتا در بحرین فعالیت داره اینا البته در اوائل سال 2000 دوزار دورانی دا که بهار عربی شکل می گرفت در کشورهای عربی در شمال افریقا و خاور میانه اینا وقتا ظهور کرده ما در برابر دولت ایک استادایی کردن و چند تا از جنگ های عجیب غریبه که کشتار پولیس ها بود و زدن نفرهای امنیتی بود شروع کرده بودن در بحرین همو زمان که در بحرین اینا درگیرم شدن امریکای کمک کردن که از باز بک با یک شکل اینا هم دادم زیر مجموع باقی ماندن از بین نرفتن اونجا ماندن خب گردان های علاشتر کس امدتا شیه هستن چون در بحرین جمعیت مسلمان ها بسیار بالاست تقریبا 65 درصد جمعیت از کشور مردم شیعه هست و مشکل کلانه که در بحرین وجود داره ایست که خب یکی خب متحد امریکا است و دیگه که وجود خاندان سلطنتی و دولت بحرین در کل تشکیلاتش مد... مد... اکثریت سونی است. وی سرای سرای علاشتر که ایجاد شد برای حساب بوش شد, شد که در برابر هم تک دولت هم شبیه چیزی که در سوریه و عراق بود این هم سرای, سرای, سرای ایجاد کردن خب سرای مناطق بسار عجیب و غریب زندگی میکنه گرچه تو جدا جدا از یک شهری از بنام نام سیترا, سیترا ای یک شهر بسار کلیدی است در بحرین و اولین شهری از وقتی که شما از خلیج فارس وارد بحرین میخواین شوین و به هر بندری که بخواین در بحرین برین شهر سترا دیگه همو دروازه ورودی از اوست و در اینجا فعالیت هم تو گسترده و بسار سنگین هم است و به احتمال زیاد هم حمله که بر ایلات صورت گرفت یک شب پیش از پهپادی را که پرتاب کرده باشند باید از شهر سترا بوده باشند بخطر با که همجا فعالیت از اینا بسار خبیز خب سترا یک شهر است در جنوب پایتخت از اینا منامه که نام پایتخت است و البته یک شهر بسیار کلیدی است که پسان در مورد از صحبت میکنیم اما علاشتر خودش یک نیروی زیر مجموعه بود که بسیار وقت است که در مورد صحبت میشد اما در خلیج فارس یک منطقه بسیار کلیدی از بحرین و موجودیت از اینا در بحرین تقریبا هم خط اکمالاتیه که برای اسرائیل ایجاد کردن در بین خلیج فارس قطر و امارات عربستان و اردن به خاطر که دریای سرخ بند کرده بود یمنیا ای اونمو, اونمو ای به خطر مندازه به خاطر که هم خب برای اسرائیل هم اکمالات که از, خواب از خلیج فارس میرسه از دو پورت میرسه که پورت سلمان است مینا سلمان که در خود بحرین است و دیگه جبل علی که در دوبای است جبل که از تقریبا 450-500 کیلومتر از بحرین دور است از شهر سیترا اما خود مینا سلمان که بندره که استفاده میشه برای اکمالات با طرف سایل در بحرین و دیگه بازن بغل گوش سیدرا است یعنی هر کشتی که بخوای البته به بندر مینا سترا مینا سلمان بره باید از اون گذرگاه کوچه که درایی بگذره که د پالی از اون سترا است یعنی کور تقریبا اینا بند انداختن خب یعنی این گروه مسلح شیر ایران ایجاد کرده پس بله خب از نامش معلومه سرایا و و بیرقش هم بر شبیه هزبالا و هشت شبیس و در این شکل نیست اینا در سابقه هم میگفتن با رابطه داره. خب اینه چطور اولین کار خوده اولین ضربه خود را شرکت ترکنت وارد کرده در شهر امول رش رش در ایلات ایلات اسرائیل چطور ای اولین ضربه را اینجا پیام از چی است؟ خب یک عملیات بسیار جالبی بود بخاطر چه که بحرین نسبت به دیگر نیروهای نیابتی ایران که در منطقه وجود دارن بسیار دورتر هم است اینا با... این فرض مثال بایم بندر ایلات از بحرین یک و... کیلومتر تقریبا دور است وقتی که یک پهپاد از 1500 کیلومتر دورتر فعال میکنن پرتاب میکنن و میره هدف میزنه این خود از, از این سوال برانگیز است که چطور رفته خب بر صورت و وقتی که میره باید از سر کشورهای تیر شده که دوجه ایران دسترسی نداره بر از اونو فرض مثال عربستان است یعنی خود اردن است اگر اردن نباشه خود عربستان هم باشه مستقیم به با ایلات میره خود سوال برانگیز اس که یعنی... تیر کده یعنی حملی که کرده از بحرین گذشته از قلم و فضایی عربستان یا اردن گذشته بندر اسرائیل زده؟ از, از عربستان حتما گذشته بخطر که مرایش است یعنی پس چطور رهگیری نشد؟ یعنی کل سوال هم که چطور رهگیری نشده و چطوری پهپاد از اینجا پرتاب شده 1500 کیلومتر تقریبا از جو... از او کدام زیادتر است پر، پرتاب شده یه خدرهای طولانی رو تیر کرده از سر عربستان رفته باز رفته بندر ایلات هم زده بدون از که در اوار راهگیری را و شرکت ترک نتا زده و خب بیا okay. امتحان بودی که ای بو ای چی کردن اینا خوب ای 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 ما فکر نمیکنم علاشتر بزرگترین خطر برای اسرائیل به طور مستقیم باشه به با حساب زدن شهرک های اسرائیل چون بسیار رایش دور است و از او که داشت شبیه از بلا اینا نزدیک است خطر که علاشتر برای اسرائیل داره ایست که مرای تجارتی به خلیج فارس سر از اینا بند میکنه او که بازی... دیگه بازی خطر بزرگ دیگه خوبیت برای اسرائیل خب از واسه خطر بزرگتر است که اینا اگر در برابر انگلیس ها و امریکای ها استاداگی در برابر کشتی ها از اونا رو او خطر هم است اگرچه بحرین بسیار آسیب پذیر است چون یک کشور بسیار کوچک است و برای زدن یعنی تارگیت کردنش فرض مثال کشتی های جنگی آمریکا که در دریای سرخ میران یمن هم میزنن میزنند و بخاطر دست دستاور نداره که یمن کوستانی هم است کلان است و سنگره بسیار محکم هم داره. بحرین که از بسیار کوچک است مناطقش بسیار کانسنتریت شده است وقتی که سرشون حمله بکنن به سر بس محکم میتونن اینا رو بزنن اما امی که اینا جا خود شروع کردن خطر ازی برای اسرائیل به حساب بند تجارت یا دسترفت کردن یا مختل کردن تجارت تا اگه اندازه موثر است اما از به نظر من که دوباره یا کردن از اینا به میدان جنگ خاص به خاطر بحرین باید باشه. خب اینا از اول شعار خدا در سال 2010 سرنگونی حکومت آل خلیفه مستقر در بحرین قرار داده بودن باله. یکی دیگه ای که ما چند ماه پیش ما دیدیم اعلامی یمن که از سرنگونی دولت پادشاهی بحرین سخن گفته بود این سرنگونی آل خلیفه شوار خود گردان علاشتر و اعلامی یمن باید با هم مرتبط باشه پس این قبل از که یک خطر حیاتی و وجودی برای اسرائیل باشه برای حکومت آل خلیفه است خب بله الاشتر من نظر ما که تهدید اصلی در برابر حکومت آل خلیفه در بحرین است و اینا قابلیت از چون من رقم یک گفتم 65 درصد مردم بحرین که است مردم های شیعه هستند با وجودی که بحرین هم جامعه بسیار اینتگریت شده داره چون مردم بسیار وضعش خوب است از نگاه اقتصادی اونجا جنگ نبوده دیگه و دیگه ایجاد نیروهای نیابتی ده وجه کمه چالشی است اما به خاطر از اینکه حالا مسئله فلسطین مطرح است و یک مسئله بسیار اساس است و مشارکت کشورهای از اینا فرض مثال بحرین و قطر و اینا که مرکت اسرائیل ها همکار هستن در بین خود اجتماع از اینا جامعه از اینا یکم بیثباتی زایده علشتر تو ظهور علشتر تو زیاد تو دور از تصور نیست که در یک وقت کلیدی صورت گرفته باشه و اگر اینا واقعا بتانند که از علشتر استفاده بکنن و حکومت بحرین سر به نیست باز گب کلان میشه بخطر که بحرین بسیار یک نقطه استراتیجی که مایمه خاصتا در تیر از قرار دادن دیگه پایگاه های امریکا کلش نزدیک نمی هم است یک پایگاه در کویت است یک پایگاه در قطر است یک پایگاه دیگه در پایانتر در امارات است و در بغل گوششان در عربستان است این به نظر میرسه که ی گردان علشتر استعمال دوگانه داره هم برزد حکومت آل خلیفه است هم علی اهداف تجاری اسرائیل است یعنی بسیار پس مهم است دلیل از اینا باید. منطقه سیترا آ، آ، مستقر هستند سیترا یک جای بسیار مهم خود بحرین است و سنابیس یه در غرب منامه او من من خودش در جنوب است اینا همون تقریبا نقاط اساسی این جزیره کوچک بحرین در دست اینهاست پس اینا اگر کار به جایی بکشه که تبدیل به یک حرکت نظامی جدی شوه و از نظر موقعیت ما میبینیم که خطر بسیار جدی میشه هم اسرائیل هم برای کلش خاورمیانه مناطقی که اینا در دست دارن فرض مثال سیترا گفته این سنبیس هست بنی جمره و الدیه یا مناطقی هست که تقریبا هم پایتخت هم بحرین هم تو در چهار طرف هم بحرین پایتخت و خاصتا سیترا که بسیار مهم است تمامی بندرهای بحرین که از جمله بندر خلیفه بن سلمان که پدر کلان این پاچای فیلی بود بندر مینا سلمان بندر سترا که خود از هم یک بندر داره و همچنان یک جای دیگه از به نام مارینا میگن که زیاد مایگیری و گپا استفاده میشن اما دو بندر اساسی از اینا که بندر خلیفه بن سلمان است و بندر مینا سلمان است اینا در تیرس می شهر سیترا هستند سیترا اینی جاست بندر خلیفه سلمان او طرف دریا پنج کیلومتر پنج کیلومتر هم نیست البته اگر سیترا رو بگیریم بین دو کیلومتر تا تا پنج کیلومتر است در کل و بندر مینا سلمان هم همون رقم از دو کیلومتر تا چهار کیلومتر است امید یعنی دو بندر اساسی بحرین کی یک مالات میکنه هم تیل از میره تیل میره از خود بحرین میره به دیگر کشورا هم یک مالات که از خلیج فارس وارد یک کشور میشه باز بنادر از این وارد خاورمیانه میشه یعنی در دست از ایناست در در تیرس از ایناس وقتی که یوج انقلابی در بگیره یا الاشتر بتانه که مناطقی را از دست از اینا بگیره و بر حکومت سرنگون بکنه بحرین بگیره بسیار خطرناک خب بحرین گرچی آسی پذیری های جاده از غذا که کوچکتر هم هست بسیار رسد اما جزاره مختلف داره و منابع بسیار از نگاه تیل و گاز اینا بسیار غنی است بحرین اما منطقه استراتژیک است در صورت که از دست بره دیگه باز با خطر گرفتن از او باید وارد یک جنگ مستقیم شود یا آمریکا یا کشورهای خلیج در اینجا محاسبه سپاه پاسداران چی است از نظر امنیتی و از نظر مانوری که میت در خاور میانه یعنی دقیقا در یک وقت چطور گروه الاشتر وارد صحنه کرد و هم صحنه عملیات نظامی خب چند دلیل داره یکی که اسرائیل از نگاه تجارتی مطلق منظوی میکنه از دریای سرخ و اسرائیل ختم است از ترکیه حالا رسمان ترکیه هم تجارت های خود با اسرائیل بند کرد که خود از یک یک فساد است که پس اون در صحبت میکنیم و دیگه یگانه رای که باقی مانده و رای الटरनेटیو است که از می خلیج فارس میره به طرف اسرائیل یک مولات یک به مردمش میشه از جمله غذا و دیگه و دیگه موجودیت الاشتر یک نایروی که خود اجازه از محور مقاومت میدونه ده ای تو یک پوزیشن بسیار اساس وقتی که در خلیج فارس اینا زدن اون استراتژی که حوثی‌ها در بابل المندب دارن اینا در تنگه هرمز بگیرن یا در خلیج فارس در کل بگیرن و باز رای تجارتی که جایگزین دریای ساخت کرده بودن اون را باز مختل میکنه و با اسرائیل باز از نگاه اقتصادی هم ضربه میخوره هم اکمالات نمیرسه هم گشنگی زاد میشه هم قیمت ها بالا میره یه خطر شده بله بس بس. اسرائیل بسیار بالا است و فرماندهان و والی های شهرک ها و مناطق شر گفتن که مردم قدرت خرید خود عدس داده جوان ها بسیار نامید شد مایوز شدن میخوان اسرائیل ترک یک چیز دیگه هم هست. امی بیشترین از اکمالات انرژی جهان از خل از حوزه خاور میانه میشه خاور میانه که در کل تحت تقریبا نیروهای کنترل نیروی نیابتی ایران است از جمله دریای سرخ و کانال سوئیس که بزرگترینش بود او و ایران به بند کرد با کمک روسیا دومی که باقی مانده تنگه هرمز است امی تیل عربستان تیل کویت تیل بحرین و قطر و امارات از تنگه هرمز میگذره میره به متباقی جهان یه بسیار مهم است تنگه هرمز یکی از خطای اکمالاتی تاریخی و کلیدی جهان است از حساب انرژی اگر ای اینا در گراو خود بگیرن به این است که نه تنها یک یک رگه یکی از شاخهای رگه فرض مثال امو ریشه عصبی غرب دست از نگاه انرژی بلکه دیگه هم در دست میگیره باز او صورتی خودش خطرناک است شاید در اوائل علاشتر و قدر یک تهدید بزرگ نباشه فقط یک, یک،, یک فشار استفاده شود در برابر غرب در برابر استرائید. در صورت عملیاتی شدنش اونا اگر دست بزنن به کارهایی که فرض مثال حوسی ها میزنن اونا باز میتونن این کارها رو بکنن بازی چالش میزای در, در جهان کارا, میکنن به دلیل از ای که این نبرد جیوپولیتیکی که در خواهر میانه داغ شده و بسیار گسترده شده میره ای اینا که در این مقته تاریخی وارد صحنه کردن معلوم میشه که معمولیتشان ها قبلا تعریف شده است مثلا اینا در بندر سیدراک اینا لاونا گرفتن این گردان الاشتر این زخایر نفتی بحرین است هست بله اصل از بامو. با امو خ... با بله. کاملا نفت و گاز بحرین میتونه گردان الاشتر در اختیار خود بگیرن، در صورت که وضع حساس شد و کار و جای باریک بکشن خب بله خب در بحرین سابق هم سرمایه های وجود داشت که مربوط به و استخبارات ایران میشد سرمایه سرمایدارایی که با ایران همکاری میکردن خب بحرین مثل قطر هم یک یک پالیسی دوگانه داره سابق به خاطر محافظت از خود به خاطر چی که عربستان که امرای از اینا در خور بود از سابق بود. که در امریکای و عربستان بسیار نزدیک بود و اونا دعویی بودن میگفتن قطر و بحرین هم جز خاک عربستان است موجودیت از اینا بین عنوان کشورهای مستقل غیر منطقی است باز به خاطر که از خود دفاع بکنن و خود کم محافظ محافظت بکنن از خود باز یک پالیسی یک دیپلماسی با ایران هم داشتن قطر هم داره و بحرین هم با مو حساب و چون دیگه جمعیت شیعه بسیار زیاد از نمیدو کشور خب در قطر جمعیت شیعه نزدیک به 15 20 درصد است همین زیاتر هم بحرین است از اون خاطر اینا از اون از اون دیپلماسی شیعه استفاده میکردن که اگه ایران نزدیک میکردن خطر دیگه که دیگه دا داره نه تنها تیل خوبی از میگیره وقت تر که منطقه ای که بحرین بسیار کوچک است اگر سرایا الاشتر در هر جایی که حضور اتو سر بلند بکنه در جگه یک خط تیل حتما میگیره بخطر که هم تیل هست هم گاز هم منطقه خطر دیگه که داره یه همسایه هست با ولایت, ولایت شرقی عربستان مناطق که مسابق القاطف به نام القاطف میشناسیم القاطف که از مردم های زندگی میکنه تعداد بسیار زیاد از شیعه داره از مسابق از دوران های قدیم هست که خط بسره که میگن از بسره گرفته تا همی خطره سابق همون حوزه حوزه چیز بود سلطنت های شاهنشاهی های ایران بود و همون شیعه ها سا زندگی میکردن و بسیار فعال بودن از اون خاطر همون مناطق از اون بسره گرفته تا قطر همونجا مردم های شیعه بسیار ها آزاد است در سابق عربستان در مناطق القاطع درگیر یک یک دسته چالش ها با شیعه شده بودن در سابقا او هم بس خاطر بود که به حساب حج و گپا کتیرانی ها خدا بند کرده بودن بس پسان از او تیر شدن تو تو تا چهار بلد هستن یکی از بحره... رو ادام هم کردن شیخ نمر بله خب خطر اینجا وجود داره است که الاشتر شاید پایگاه در دا بحرین داشته باشه اما امکانش وجود داره که گسترش پیدا بکنه به طرف قطر و به طرف عربستان که خطر کلانش همیست خب برای فعلا همین پایتخت عملیاتیش هم بندر سیترا هست این بندر سیدرا ایتا مسلط است با بندر مینا وقتی که بندر سیدرا تمام کشتی هایی که میاد تردودی که میشه باید از رای سیدرا بگذره پس به با این ترتیب ما میبینیم که یک, یک مجموع جزایر گروپ های عملیاتی شیعه اینجا قبلا شکل گرفته و تنظیم شده است و این ای میتونه به یک جبهه کاملا جدید در خواهر میانه ارز اندام بکنه که اون ارز اندام کرده دیگه پس نخستین حمله خدا به بندر ایلات انجام داده خب به این ترتیب قدم بعدی چی میتونه باشه یعنی ما بیشتر که حالا گپ میزنیم سر از این بسترها بیشتر روی اما هندسه عملیاتی سپاه پاسداران ما تمرکز میکنیم که اینا خیالشان چیست خب خیالشان نیست که اینا اینا میخوان هژمونی منطقه‌ای داشته باشن استراتژیک باید همون نقاط بسیار کلیدی که در منطقه وجود داره با دست از اینا باشه تا اینا فشار سر مو کشورهای منطقه نگاه بکنن تا اونا رو از نزدیکی زاد با آمریکا یا از همکاری زاد با مخالفان ایران تو دور نگاه بکنن بحرین یک چیز بسیار کلیدی دیگه داره بحرین در دا مابین خلیج فارس است تقریبا بحرین و قطر تمامی بندرها بندرهای عربستان در شرق عربستان در تیرس الاشتر است امارات و کل بندرهایش تقریبا در تیرس از اینا خواهد بود همو ابو دبی که میگن و دبی میگن و جبل علی و همو رسل خیمان که میگن کل از اون بندرهای بسیار کلیدی است که می جهان که وصل شده به دو طرف بین دبی و شرق و غر و غرب و کل از این تیرس 500 کیلومتری از ایناست 400 تا 500 کیلومتری عربستان خود بغل گوشت از سال مثال الجبیل که یکی از بندرهای بسیار نزدیکی چیز شهرای بسیار نزدیکی عربستان است و از اونجا بسیار اکمالات هم میشه به طرف عربستان از تنگه هرموز او خودم بغل گوش بحرین است و شهر دمام که که شهرهای کلان عربستان است و هم در تیر از این است این بیسا خطرناک است کنترل تمام این بندرهای انرژی در منطقه توسط یک نیروی نیابتی مسلح بر ایران بسیار یک ای امتیاز کلان است امور رقمی که یمن دریای سرخ مطلق بخی بنده دریای سرخ که ما شما میگیم ما تنها از اسرائیل گپ میزنیم از امریکا گپ میزنیم اما نه اگر شما جغرافی خوار میانه رو خوب صحیح بررسی بکنیم جزیر سهرهای سوریه که میگن فرض مثال الانبار است و دیرزور است همین نیروهای نیابتی ایران که دوجه از هرش شبیه گرفته تا تا سپای قدس و دیگه و دیگه و در جنوب حوسی هست در بغل در بحرین علشتر است کل از اینا ماسره کرده عربستانه. عربستان عربستان از چهار طرف ماسره است در اینا تمام رای در برای به خریج فارس که را عربستان ایران پرتاب کرده ایران حوسی ها را در دا دریای سرخ پرتاب کرده که دریای سرخ بسیار کلیدی است البته روی آجیا در سابق از, از دو دوره از, از یا از بود یا از طریق جده می آمدن از دریای سرخ و مکه هم نزدیک اونو موی چیز است دریای سرخ است مکه و مدینه در طرف حجاز است این کل از یک, یک, یک حلقه کردن استراتژیک عربستان است که ایره هر رقم میشه از, از به بدورش بکنه و تحت تاثیر خود قرار بده حال خونا دیر حضور امنیتی حالا با امریکا امضا میکنه بله یک خطر کلانی که عربستان متوجه شد و الاشتر همزمان با میخبرن ظهور کرده این ناق نیست بله. اونا کوشش دارن که عرب خب پاکستان یک زمان به خاطر از اینکه از از بین نره چون یک بار تجزیه شد بنگلادش دفعه دوم هندستان کته شوروی سر از از او پلان کرده بودن انگلیس ها رفتن هم چیز اتمی از رو جور کردن در پاکستان یعنی پای پایگاه اتمی را که بمب اتم بسازه ختم شوازی تازه شدن ها. پاکستان و پاکستان دو زمان تقریبا آره دا... مثلا دی کردن آوردن منتاج تقریبا آوردن برشان آوردن این پاکستان در عیسیت نداشت که بره بم بطن بسازه دو زمان آل عربستان سعودی ری رقم ما کم گرفتن چرا که برنامه اصلا ایران خود دا... گفتن میرن که تمام شده و دیری از را امتحان هم میکنن یک سال ایران میسازه عربستان آره بن سلمان یک زمان در مصاحبه گفته بود که اگر ایران بم بتون بسازه ما هم شروع میکنیم برنامه هست ایران حالا رفته کردن بدون این دا... بدون... بدون... زمینی... دانش و فهم و دانش خب معلوم دارست که از انگلیس و امریکا مه. خود از او یک تا سوزن هم تو ساختن جزیره مصنوعی نیست نه خوب امریکا همه برش میسازه امریکا و انگلیس اون پایگاه رو برشان میسازه برشان برنامه رو پیش میبره انجینیر هم خارجی وسایل هم خارجی برنامه هم خارجی مقصد تیره ایک... یک, یک که در برابر ایران یک قدرت باقی بانه. اما آره. او... پس به این ترتیب و پیمان که پیمان نزدیکی بین عربستان و ایران که با کوشش چین شده بود یک دوره تاریخی را رقم زده بود حالا پس با پیوستن دوباره عربستان با باشگاه خصوصی امریکا او برهم میخوره پس ای علشتر مثل که یک زگنال است بله یک زگنال که ما در گوشت هستیم بسیار متوجه باشیم خب البته آجت علاشتر هم نبود خود حوسی ها علاشتر علشتر هم که بازو یک, یک در منطقه خود باز بین نظیر است در منطقه خلیج فارس هر شبیه در شمال است حوسی ها در دریای سرخ است باز در خلیج فارس است و علاشتر نزدیک به ولایت های شیعنیشین عربستان است و علاشتر یک ای چیز داره که بر ریاض بسار نزدیک است نسبت به حوسی ها ها کم دور است هم جنوب هستن. ریاض کس تقریبا در مابینه عربستان خب یعنی امی مجمع الجزائر شیر به هم پایوان میزنه و یک سرش پایوان میزنه به عربستان دیگه سرش پایوان میزنه و خود بحرین خب امی پلان نیست که امی علقه نیابتی را گرده گردن عربستان بسیار تیز بکنن تو شاخ بکنن که فشار بتن در صورتی که برنامه اصحیری شروع بکنه گمان میکنم یمنیا و علشتر و هشت اینا کل از اینا در برابر از این موضع خواهد گرفتن و اگر اینا را از فرض مثال تحریم بکنن راهی در ویر سرش بکنن اکمالات برابستان نرسو از گوشنگی میموره خب معلوم میشه که پس خب برای فعلا چون اطلاعات و جزیات بیشتری در مورد علاشتر نیست ما بحث خود در خلاصه میکنه میریم به طرف اقدام جدید ترکیه بعد از هفت جنگ در اسرائیل بالاخره ترکیه گفته که روابط تجارتی با اسرائیل تعلیق کرده به این ترتیب بچه اردوغان پسرش یعنی تقریبا کارش کمتر شد دیگه خب <applause> پسر از او که از در قاچاق های بسیار گسترده از امی سوریه گرفته تا اسرائیل و اینا بسیار دست کلان داشت که تو دایش هم رابطه داشت از سابقه سازمان داره که همیشه دایش سپورت میکرد همیال هم حیات تحریرش هم در سوریه هم سپورت میکنن اکمال میکنن به کمک امریکایی ها دینا روز البته امروز سوریه دو تا از کماندان قما، های حیات تحریر شما که در عملات کردن کشتن خب بر صورت ترکیه حال ناگهانی بعد از یک شش ماه که خوب سعی تیل و مهمات و هر چیزی که حتی سبزی و میوه هم که کار بود بر اسرائیل اکسپورت کرد بر داد نمی شش ماه اینا غذر کوبیدن با هر چیزی که نمی آمیدادن حال ناگهانی اعلان کرده که نمی ما دیگر حال یادش آمده که در غذا قتل هم شده ما دیگر دا طرفداری نمی بعد از یک سی نفر کشته شد و ترکیه یک سیو نفر حال ما که کشته شده او وقت درک میکنه که قتل هم نسل کشی صورت گرفته بر صورت خب چرا ترکیه ای تجارت ها رو با اسرائیل تعلیق کرد؟ دلیل چیز که اعتراضات در سراسر امریکا در اروپا بسیار گسترده شده از تظاهرات اسلامستا تظاهرات مردم که در برابر نسل کشی غذا اساسیت دارن حال ترس ایزی میره که احتمالا این به خواهر میانه گسترش پیدا میکنه در که میشه در خواهر میانه که مرکزش هست خب بیازو امکان پذیر است و ترکیه در حالی که اسرائیل غزه را بمباران میکنه و مردم را میکشه بطراج اگر با تجارت خود با اسرائیل ادامه بده خب باز باعث بیثباتی بس بسیار کلان در جوامه خود ترکیه میشه علاوه بر از ترکیه شورت یک شورت یک کشور مسلمان قابل محترم داره در بین کشور کشورهای دیگه اسلامی که یک الگوی یک اولگوی از کشور, یک کشور اسلامی است که الگو از رو از نگاه توسعه و پیشرفت هم تاریخ خلافت و دیگه و دیگه وقتی که ادامه می ده چیزای تجارتی را با اسرائیل در همزمان به که بسیار قتل عام روان و سطح جوانی بسیار تبلیغات بالاست و تصویر خودش خراب میکنه و دیگه در جامعه ترکیه عدم تعادل است در جامعه ترکیه بین محافظه‌کارا و مردم های لبرالی که یکم پیش رفته هستن و ترخیستن کار و لبرال در ترکیه یک مشکل بسیار کلان بوده از این زمان اتا ترک تامیاله یعنی دو قش از این مردم در بین این لبرال ها و محافظه کار ها مشکلات کلان بوده دمیا و آخر که یک بار دست به با کودت هم زدن که رد... چیز اردوان رفت بسیار مردم دزگیر کرد تا نیروهای پلیس و امنیت تا ایچیز فلتر کرد تصفیه خب موضوع فلسطین که از سراسر جهان اسلام یک موضوع بسیار اساس است بسیار یک موضوع کلیدی است مشارکت ترکیه در تامین مالی اسرائیل و هم در وقتی که نسل کشی روان است تصویر بسیار بدی را در بین محافظه جامعه کار اسرائ... ترکیه به وجود آورده و آیستایستا ما نشان هایش پارلمان دیدیم که قوقا قو قو پر باشدن دو می میگفتن که خود ای از این است تو گپا بر آمده بود آله که تظاهرات در سراسر سر جهان شروع شده و معلوم میشه که در پشت از او دستا استخباراتی و ادلاعاتی روسیه و ایران است ترس ترکیه عزیز که اگر تظاهرات به طرف ترکیه بیاید و هم زمان که اینا ادامه بتن همکار را با اسرائیل باز در ترکیه امکان داره که بیثباتی بسار بعد رقم باوجود بیاید و بیثباتی که باوجود آمد باز دیگه دستا داخل میشه کش میکنه که بازی بیثباتی را دیگه چند, چند برابر بکنه واسه پذیری های ترکیه از حساب جامعه محافظه کار و جامعه لبرال بسار زیاد است او در بین زمین دو تا گیر مانده نمیتونه ای طرف بره نمیتونه اون طرف بره و ده ده... اما توازنی که در افکار عمومی به وجود آمده توازنی که خراب شده در افکار عمومی ترکیه که یک طرف محافظه کار دیگه طرف پیش رفته این دیر یا زود یک تصادم بسیار کلان میکنه و نشانهایش از امیادم دیده میشه چند سال آخر بسار بین محافظه کار و لبرالا دوا بوده جنگ میکار ممی شد این خط علایق بازرگانی با اسرائیل بسیار برای ترکیه ویرانگر است این میتونه اصلا در حکم همین بلگت زدن کاسه شیر خودش باشه خب از یک نگاه خب اینا که در اسرائیل تجارتی که داشتن زیادتر از او به حساب آهن بود آهن و سیخ و گپا که و سمنت و چیزا که او به کانسترکشن و باسازی اسرائیل استفاده مواد غذایی بیشتر است مواد غذایی هم بیشتر بود و تیل بود که از آذربایجان از می طالب حالا معلوم نیست که تیل واقعا بند شده یا نشده هنوز کسی او خب به اینی چیزا بود که به خود ترکیه هم ضرر میزرسونه بخاطر ترکیه هم مواید خوبی داشت از حساب اما بیشتر ضربه به اسرائیل میزنه بخاطر که اسرائیل زیادتر اعتقام میکرد به مو تجارتی که با ترکیه داشت خاصه تنالی که از چهار طرف تحریم است دریا بند است و راه نداره به دیگه جای و کل چیز قیمت شده تمام مواد قیمت رو شده حالا که ترکیه این بانک بند ای را راه کرد اینا مجبور هستن که نان او خود از یک کشور دیگه بخرند کشور سیومی از کدام کشور مثلا خب اینا زیادتر میتونن یا از اروپا بخرن یا از مصر بگیرن مثلا نام و گپا داره مثلا خودش نام نداره مش... آه از اندوستان میگیره از پاکستان هم میگیره از هندوستان هم میگیرن اما او رایش هم او خلیج فارس است بله راس راست خلیج فارس است خب در مرو... مرور مرور زمانی به از نگاه اقتصادی بسیار منزوی میشه راهش بند میشه و در درون خود گیر میفته و دیگه چیزی نمیمونه که برای امپورت بکنه وارد بکنه و این بسیار یک یک, یک خطرناک است خب جغرافی اسرائیل یکی از بدترین جغرافی در حساب خب اگر قدرت داشته باشین بسیار جغرافیا هم تو پخته و صحیح است اما چون کشور خورترک از قدرت ایجاد کردن به حساب یک بسط کلانتر امکان پذیر نبوده هیچ وقت وجود داشت اونها هیچ فرصت نیافتن که ام اسرائیل در کل فرض مثال هم کل فلسطین به خود بگیرن که کم از عملیاتیشون کلان شود اسرائیل هم تو منزوی از حساب جغرافیا میشه باقی ماند و یک فرصت شد برای ایران که نوزای نیابتی را ایجاد کرد و این حلقه کرد و هیچ راه را نداره که خود بیرون بکشه بله خب اینا دیگه دا اسرائیل یک اسب زین کده است اصلا در اصل خود اسب که آماده پرش است با محضی که یک جایی رو اشتباه بکنه و شکل می خب به این طرف که از نظر بازرگانی و از نظر عملیاتی و ایک تدارکاتی بده دا در قفص افتاده چی کار میتونه بکنه؟ خب فقط ایست که یک رایل بسنجه به حساب ختم جنگ بعد وقتی در چیز که ختم جنگ به دست از اینا نیست یا اول رویش شا... اول اینا چی میگن منتالتیش نداره که خط... جنگ ختم بکنن اسرائیل در طول تاریخ جنگ را به حساب ختم نکرده و هم به حساب شکست رفته خوب بمباران کرده باز گفته که این ما برنده شدیم پس اومده اول دو او... دو او موقع نیست که بره بمباران کنه خودا پیروز اعلام بکنه چرا بخطر که بره بمباران بکنه خودا پیروز اعلام بکنه میدان طرف که شون شکست ناپذیر است شکست نخورده پس مبرایی را میزنه و جنگ ادامه داره حالا خب امیال خبرای خبرهای میرسه فرض مثال المیادین هم گفته که بین حماس و اسرائیل توافقاتی وجود داره پیش از پیش در بعضی از چیزها خاصتا در مسئله اسیرا اما مسئله ازی ای که آیا از ها بیرون میشن دیگه و دیگه حماس دیگه کدام این معامله این بیشتر گزارش شما بود یک برنامه خاندم نامکن است تقریبا تا میتونم بگویم که مذاکرات یک مذاکرات جلیس بله مذاکرات وقت است و نداره. بله. میدان حماس از نگاه نظامی برده میدان نسل کشی رو بیاز اسرائیل برده اما میدان نظامی رو حماس برده حماس در تونلا بود سلاحی بسا محدودی که داشت با صلاح خود ترتیب داد و با موسلا اسرائیل در, در جنگ غذا بند انداخت پایشه یا خو رفع رفع رفه رفه میگن آن در بکنن چیز بده شانمه و اگر اینا واقعا باور داشتن که در رفه چیز حاصل میشد اسرائیل هیچ پایبندی نداشت که به با کدام قانون قواعد پایش بند باشه بگه با نه بخاطر از این قانون من در رفع هم میکنم نه از او گپا شده اینا میفهمند که در رفع هم گپی نیست و حماس اینا رو تقریبا به طور روزانه دعوت میکنه که شما بین در ما منتظر هستیم و اینا میفهمند که چرا اوجا نمیرند خب اوجا ترتیبات داده شده پیش از پیش از طرف حماس و ایران و دیگه و دیگه که اوجا آمد کرده چی بکنند چه خورده رای حل اسرائیل در جنگ بش... ب... 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 ب دست خودش نیست آه اگر فرض مثال وارد شد به این که ما کرانه باخت ایران حماس میکنیم شاید شاید که امتیاز بسیار کلان ایران و حماس بپذیره به خاطر که آله شاید بتونه جنگ به طور مقد در برابر اسرائیل اینا بند بکنن اما در دراز با جنگ بعدی کلانتر و بزرگتر خواهد بود بله بله این یک چیزی است که حالا خوبه بی... یکی خود جنگ است که همیشه اسرائیل اما در نقش پیروز یعنی بچه فلم بوده دیگه تقریبا حالا از نظر تدارکات استراتژیک و نظامی به زیر تهدید است از نظر مثلا امنیت انرژی امنیت غذایی بله به این ای ترتیب وقتی که ترکیه هم که حالا به جمع مثلا معاندان منطقه پیوست اسرائیل یعنی شخصا بر ذهن ما سوال جواب پیدا نمیشه که خب البته در یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه چیز شاید احساس نشه در دراز در مدت اسرائیل دقیقا در یک موقعیت قرار میگیره که یعنی از نظر ما کاملا کابوس بسیار ترسناک است بله خب این چیز مشکلات امکانات مه قطعی امکانات مه امریکای مثل که چاری یک مقدار سنجیدن اونا یک اسکلی دریایی رو در ساحل غذا آوردن او به با, با،, با از... موارد باشد خب او نه. او به خاطر او خاصتن به خاطر عزیز که بوجه گاز است اونجا مغزانه گاز دست نخورده است از سابق او امریکا امریکا سر از او دخته اما او را هماس اختار داد که ما اینجا قبول نداریم و میزنیم شام. شما محتاف مشروستیم بدون اجازه ما کس در چیز جور کردن رو از اوقات برای اسرائیل یک رای دریایی است فرض مثال از راه مدیترانه بندر بندر حیفا است از, از کلون اینا که از اونجا از امریکا او امریکایا و اروپایا میتونه برای زاک مال بکنن ما خودشان دا دا کلانتر دا دا و خودشان دقیقا به کلون دیگه بند موندن او خودشو به خود اکمالات جمع کنه یا به اسرائیل نان بره و خاصتا وقتی که اونا در اوکراین یک حالت بسیار داغ عجیب غریب روان از در اوکراین که نمیفهمند که چه اکمالات بکنن یا اونجا اکمالات بکنن در کجا چی را برسونن از بس که پاتریوت پا... امریکا کلا گیره ای او ناتو استولن بعد کلا گرای گرای مکان پاتریوت نیست کشور اروپایی آماده نیست پاتریوت خود با اوکراین بته خب ما نمی دارد که یک میلیارد دلار قیمت داره او اروپایی شما داده بود که پاتریوت های داغم را مثلا در اسرائیل کالا چرخی استفاده خارج میکنه اینا را میبرن به اوکراین میتن و بوره اسرائیل اعلان کرد که کارامات نیست بله خب این پاتریوت هایی که در اسرائیل هستی اسرائیل اعلان کرد رسمان ارتش که کارامات نیست داد دفاع در برابر سیستم هایی که ایران ایجاد کرده با بالستیکا و راکت که ایرانیا و ازبالایی دارن این پاتریوت ها نیست گنبد آهانین تا اندازه کارآمد است پاتریوت تقریبا بیکار است از اون خاطر ما با نیازی نداریم بوره تاویل میتن که امریکا بوره بره و اوکراین بتا که دو ازبین بره اوجا اوجا هم کدام در داره دوانه میکنه الان یک رنگ رو زده روان هستن امروز باز یک دگر زدن تازه رسانده بودن نه و امور رسانده بودن تا شب و انبار دوام نکرد روسا و رو رزدن انفجار دادن اونجا خود ترک شده میره دیگه ساتلایت بالای سر اوکراین از روسیه هر طرفه میبینه دی طرف پاتریوتا خود درد اسرائیل دوام میکنه درد اسرائیل گنبد آهنی هم دوام میکنه وقتی که شکل جنگ تغییر کرده روان است یکی شکل جنگ نیست که شکل داغ است که در غزه اینا خ... زده روان هستند از بلام یارا میزنه با وجودی که گنبد آنی وجود داره اونو به اهداف خود می رنگ میرسن زده میرن چرا هم گنبد آهنی است که از بلاک میزنه هیچ خطایی نمیکنه خب او خود او خوب بازم او خوب هنر هنر ریسرچ نظامی ایران است که سده چل سال اوره سمت این بررسی و فهمیده مثل اوکراین آسمان اسرائیل هم کم کم به دفاع میشه خب میره خودش هم بعد از, از متخصیص نظامی اسرائیل هم میره اشاره کردن گفتن ما شما باندون آهنین آهنین بسیار ایک سیستم قدیمی است تا اگر اندازه اپگرید شده ما قدر زیادتر نیم مشکلی که ما با او برخوردیم میست که ما دمی چل سال یا دمی سی سال کم از گفته از گنبد آهنین در برابر دشمنان خود استفاده کردیم و دشمنان ما فقط هم یک سیستم دفاعی ما داشتیم سر از کار کرد و امیر بررسی کردن امیر نقطه ضعفش پیدا کردن نقطه ضعفش پیدا کردن و صلاحی را که ایجاد کردن تاکتیکای نظامی که اینا ایجاد کردن بر بود ایرانیا فرض مثال 300 راکت و پهپاد یک بار سر از اینا ریخته بودن اونا بلد بودن که زیاد از اون اینا خو میزنه پهپاد کد راکت اونام راکتای کنه را کد پهپادای کنه کشیدن آوردن راکتای چند میلیون دلاری ازیره ده اون مصرف کردن باز راکتای بالستیک آمد با از بین ازوا تیر شد نواتی مزد کردی مونا خوبی تاکتیک خود از اون نشان داد چیزی که بسیار روار خطا کرده بود اسرائیلی ها می بود که تو اینو از از دفاعی ما تیر خب این تاکتیک ها ایرانی هست همی ای تاکتیک که در کیف هم استفاده شد فرض مثال زدن به اولین پاتریوت ها که روسی زد با استفاده از شاید از شاید یک سی و از, از متخصیصین ایرانی بود که به رفته بودن و برای روسا فاماندن که خاطر زدن یک به خاطر زدن یک سیستم دفاعی شما نیاز دارین که چند تو ایریال پروژکتال یعنی نیچ زای رو پرتاب بکنی باز یک تا میان از او باز یک راکت هم تا که او رو برم دم سرش بزنه که او رو از بین ببره چون ما اول او رو باید مصروف نگاه کنیم به خود اون تک سیستم راداری هست که باز اون وقت اینا دست بکار شدن شاید اکس سی واشت بکار گرفتن لانست ها رو بکار گرفتن چند از راکت های کروز انداختن باز در سرش کنزال پاتریوت از بین بود پاتریوت از او ترکیبی بود او جنگ ترکیبی است که به خاطر زدن یک دفاعی باید از چند چند مرحله ای حملات و چند مرحله ای صورت میگیره که بتونن کو رو واقعا خونسا بکنن پادرتا بس قوی صد و پادرتا هم قوی ترین سیستم دفاعی در جهان شناخته میشه با وجود که 400 اس 500 هم اما با وجود از, از اون پادرتا بس پیشرفته رفته بود بله با تشکر از شما اگر کدام نکته مهمی ناگفته نمانده باشه ما برنامه را به پایان میرسانیم از بینندگان عزیز هم تا این لحظه که با ما بودن سپاسگزاری میکنم این موضوع مهمی بود که ما باید ایره به بحث میکشانیدیم که ما به بحث کشاندیم موارد مهمتر از ایره ما دوباره به بر به رسم تبین یک موضوع بازم زیر بحث خواهیم گرفت تا بعد تشکر